همان خدایی که ما را به فضل خیش در سرای ابدی جای داد. در اینجا رنجی به ما نمی رسد و در اینجا درماندگی به ما دست نمی دهد. ولی کسانی که کافر شده اند، آتش جهنم برای آنان خواهد بود. حکم به مرگ بر ایشان جاری نمی شود تا بمیرند و نه عذاب آن از ایشان کاسته شود. آری، هر ناسپاسی را چنین کیفر می دهیم. و آنان در آنجا فریاد برمی آورند، پروردگارا ما را بیرون بیاور تا غیر از آن چه می کردیم کار شایسته کنیم. مگر شما را آنقدر عمر دراز ندادیم که هر کس که باید در آن عبرت گیرد، عبرت می گرفت و آیا برای شما هشدار دهنده نیامد؟ پس بچشید که برای ستمگران یاوری نیست. خداست که دانای نهان آسمان‌ها و زمین است و اوست که به راز دلها داناست. اوست آن کس که شما را در این سرزمین جانشین گردانید. پس هر کس کفر ورزد، کفرش به زیان اوست و کافران را کفرشان جز دشمنی نزد پروردگارشان نمی افزاید و کافران را کفرشان غیر از زیان نمی افزاید. بگو، به من خبر دهید از شریکان خودتان که به جای خدا می خانید. به من نشان دهید که چه چیزی از زمین را آفریدند. یا آنان در کار آسمان ها همکاری داشتند، یا به ایشان کتابی داده ایم که دلیلی بر حقانیت خود از آن دارند؟ نه، بلکه ستمکاران جز فریب به یکدیگر وعده نمی دهند. همانا خدا آسمانها و زمین را نگاه می دارد تا نیفتند و اگر بیفتند بعد از او هیچ کس آنها را نگاه نمی دارد. اوست بردبار آمرزنده. و با سوگندهای سخت خود به خدا سوگند یاد کردند که اگر هر آینه هشدار دهندهی برای آنان بیاید، قطعا از هر یک از امتهای دیگر راه یافته تر شوند، ولی چون هشدار دهنده‌ای برای ایشان آمد، جز بر نفرتشان نیفزود. انگیزه این کارشان فقط گردن کشی در روی زمین و نیرنگ زشت بود، و نیرنگ زشت جز دامن صاحبش را نگیرد. پس آیا جز سنت و سرنوشت شوم پیشینیان را انتظار می برند؟ و هرگز برای سنت خدا تبدیلی نمی‌یابی و هرگز برای سنت خدا دگرگونی نخواهی یافت. آیا در زمین نگردیدند تا فرجام کار کسانی را که پیش از ایشان زیسته و نیرومندتر از ایشان بودند بنگرند؟ و هیچ چیز نه در آسمان‌ها و نه در زمین خدا را درمانده نکرده است، چرا که او همواره دانای تواناست. و اگر خدا مردم را به سزای آن چه انجام داده اند مؤاخذه می کرد، هیچ جنبنده ای را بر پشت زمین باقی نمی گذاشت، ولی تا مدتی معین مهلتشان می دهد و چون اجلشان فرا رسد، خدا به کار بندگانش بیناست.